بیا حالا هی قسم بخور، مگه باور میکنم؟ تو ماه به خدا، آره به خدا. بابا شما خونه ایم؟ مادرت کجاست؟ کلاس مدیتیشن نبود؟ چه میدونم باشگاه؟ اونجا هم نبود. اینجایی؟ هر موقع لازمه دارم نیستی ها، از قصد این کارها رو میکنی نکبت. آرایشگاه؟ دانشگاه؟ آرایشگاه زنگ زدم اونجا هم نبود. خب موبایلشو بگیر. اون گوشی ها کوفتیش هم هیچ وقت در دست هست نیست. حرف نخور بابا جون، سکته میکنی. بیا نگرمش کن. بفرما دختر گلتن تشریف آورد. الان ازش بپرسی بابا جون چرا دیر کردی؟ میگه میدونی بابا داشتیم با دوستامون صحبت میکردیم دستشم اینجوری میکنه. درس پروتونی آزمایشگاهی داشتیم، ماشین مدیرمون پنچر شد، همین گرفتیم که پنچری بگیریم. من وقت گذشت نفهمیدم. آره بگو دیگه. بابا به خدا من ایچی نکن. بیا جلو، بیا بیا بیا، عجله نکن، بیا اینجا. حالا هر چی میخوای خالی ببندی ببند، از اون درجه یکاش ما هم گوش میکنیم، رسیدم بهت میدیم، نگران نباش. بگو بابا من چیز بودم، مدرسه بودم دیگه. خب بعد داشتم برمیگشتم، اصلا من که خیلی دیر نیومدم. تو دیر نکردی معلوم است تو. بابا خب برای چی منو میزنی بابا؟ به خدا تقصیر دوستان بود. با تو نبود. با تو هم اصلا. به تو هم میگن داداش. چی شده؟ به تو هم میگن برادر بدبخت. نمیگی این خواهرم کجا میره کجا میاد؟ با کی نشسته برخاست میکنه؟ کجا بودی؟ حرف نمیزنه به حرفش بیارم. لازم نکرده. دو دقیقه. هر وقت من مردم تو غیرت تو خرج کن. رحیم مگه زمان جاهلیته که اینطوری با دخترت رفتار میکنی؟ این شازدم بچته. چرا ازش نمیپرسی تا حالا کجا بوده؟ باز همه چی خط شد به ما دیگه. بابا جان خودت که میدونی من تو صف اتوبوس منتظر اتوبوسم. تو طبقه سه طبقه؟ پنج طبقه. تو برو تو اتاق درس تو بخون. جمع کنیم ببینید ریختتو نبینم. به دنبال کارتون. فردا وسط میشم این برادر غیرتی. حالا وایسا. نمیذارم انقدر جون بخوری. تو کدوم گوری میخوای با من بیای؟ حرف نباشه. بگم پاساژو؟ بگم. بگی میگم ها. تو مگه درس نداری؟ برو درس تو بخون. الان میگم بابا محسن. باشه باشه. گم شو برو. باشه. ریخته تو نبینه. آسمان آبی تر و مرگ از من در فرار. زندگی لبخندی دوباره میزند. رنگ گرفتم از پس رنگ بیرنگی، حل شدم در معجون تلاش بی‌صبر. در این تنهایی، در این شب واژه‌های سرد انتظار ایستادم، با تحکم بی تحکم، و حضورم شاید تلخ نباشد و هبوطم شاید زهر نباشد دیگر. شاید. شاید. از فردا یه غذای چیزی درست کن بخوریم. من صبح مدرسه دارم. شبا که دیگه مدرسه نداری؟ بشین جا.
چی میگه؟ غذاش که خیلی هم بدمزه است. خانم پویا تو بیمارستان در گوشت یواشکی چی میگفت؟ به چی میگفت؟ من حواسم هست و خیالتون راحت باشه و مادرتون رو مثل خواهر خودم میدونم. بده صحبتتون. همین دیگه شدم. میگفت نسرین چطوره؟ سبا ناراحت؟ او ول کن دیگه، چه گیری داری با این سبای بدبخت تو؟ شما دخالت نکن. شما خیلی کینه‌ای تشریف دارین. من اینجور آدمی هم. من نمی اینجور آدمی هم. حرکت پرتابی رو در دو قسمت مورد بررسی قرار میدیم. حرکت پرتابی در راستای قائم و حرکت پرتابی در صفه. بازم صدای موبایل مال هر کی که بود. خودش بلند شد از کلاس بره بیرون. آرامش کلاس رو باز به هم زدید. بی خود وقتی کلاس رو تلف نکنه. کوشکی بازم تو؟ من باید به تو چی بگم واقعا؟ خانم بهترین تنبیه واسه بچه بد چیه؟ اینه که از کلاس بفرستنش بیرون. زنگ تفریح مجانی. آره واقعا. چی باید به تو بگم من؟ بشین. دیگه تکرار نشه. آرامش کلاس منو دیگه به هم نزن. خب خانم گوش کنید دنباله مطلب. ابتدا حرکت پرتابی در راستای قائم رو میایم و براتون تعریف میکنیم. پس اول حرکت پرتابی در راستای قائم. یکی از حرکت‌های شتابداری هست که تحت شتاب گرانشی زمین صورت می‌گیرد. ترسیدم. چی شد؟ ببخشید خانم. مامانمون اومده تو بحر. خدا رو شکر. مامانی جونم قربونه برم. چی میخوری؟ چی برات گفتم؟ خب بسه حالا بابا خفش کردی مادرمو. ببینم چی شد؟ مامان یا خاله؟ نسرین؟ چی مادر جان؟ منم الان به این خانم که از من مسن‌ترم یا مادر اشکالی داره؟ نه هیچ اشکالی نداره. مامان جون تو رو خدا زودتر خوب شو بیا خونه. این مشتریات ما رو کشتن. یکی یه روز میاد میگه سیسمونیم چی شد، اون یکی میاد میگه لباس عروسم چی شد. زود بیا دیگه. خب بهش نگفتی که حالا حالا ها مامانمون دست به سیاه‌سفید نمیزنه؟ نه دیگه گفتم خیلی نسری. بفرمایید. ماشالله دختره بیرون خوبی داری. هایی میگی خونه، شوهرم، پسرم. مامان پس من چی؟ حسود. مامان نسری جا بخور بخور تو بخور. نمیخوام. و اینکه میدونی تو میتونی حداقل نیمرو درست کنی بخوری، ولی اون بچه رو اگه غذا نستش گشنگی میگیری. بخور بخور. نمیخورم بابا. بچه زورش میکنی بخوره. بده من ببرم لیوانو بشورم. تمیز بشوری ها. سلام بابا. سلام. سلام. خدا رو شکر مثل این که حالت خیلی بهتره. سلام. ببین من قربونت برم که حالت بهتره. آقا خیلی خوش اومدی. حقیقتش من فکر نمیکردم بیای. برای چی آخه؟ چرا همچی فکر میکردی؟ حالا دیگه به خدمت عرض کنم که خانم شما منو به عنوان وکیل خودش انتخاب کرده که دنبال ماجراهای طلاقش از شما باشه. آفرین. آره من گفتم که این وسط مثلا تو بشینیم با هم یه گپ و گفتی بزنیم ببینیم ماجرا چیه. من در خدمتم. یه گپ و گفت بزنیم سفت. دوستانه دیگه. اصلا شک نکن چرا نباشه. پس آقا بگو داستان چیه؟ داستان والا چند روز اولش عشقی بود، بعدش شد درام، بعد رفتیم دیگه تو ژانر دلهور و وحشت موندیم، گیر کردیم دیگه. اصلا اینا رو فراموش کن. آی وکیل شما ازدواج کردی؟ نه فعلا نه. روی فلانه صف وایسا برد کردی. من مثل خیلی از این جوانایی که این دور ورت می‌بینی تو این دور دورای خیابونی با یه چش عاشق شدم. هی مادر بیچاره پرید بالا پایین بیا ببینیم این کیه چیه. تا به خودم اومدم دیدم این المیرا خانم شده همسر بنده. ولی دو روز از ازدواجمون گذشته بود فهمیدم چه کلایی چه گشاد سرم رفت. جالب آخه با خانمتونم که حرف می‌زدم همین ادعا رو داشت. خب شک دارید به این ماجرا؟ تو همچین اتفاقایی هر کی از طرف خودش حرف میزنه. ایشون داشت گله میکردش که اول از همه مثل این که شما خیلی وابسته به مادرتون هستین.
بعدش میگفتش که یه سری اخلاقای بچگونه داریم، میریم با بچهای کوچیک محله وای میسیم فوتبال بازی میکنین و ولی خب چیزی که معلوم بود خیلی داره اذیتش میکنه، میگفت خیلی احساس عاطفه ندارین. اینا رو ایشون گفته؟ خب ببین عزیز من، من اگر به مامانم وابسته بودم که زن نمیگرفتم، اگه بی احساس بودم که اصلا عاشق نمیشدم. اصلا این که من با بچه‌ها بازی میکنم، با بچه‌ها فوتبال بازی میکنم، نشون میده که من روح لطیفی دارم. غیر اینه؟ نه. ببین من همیشه به رفیقام میگم، اینو به شما هم میگم، همیشه سه تا سوال باید جوابش داشته باشی. موقعی که ازدواج میکنی ها، کجا میری؟ چرا میری؟ کی میای؟ هر موقع از رو اون فعلنه بی خیال شدی، رفتی تو زندگی، میرسی به عرض بنده. وقتی که آدم این حرفای شما و خانمتون رو میشنوه، احساس میکنه خیلی هم حالا گره حادی نیست، یعنی راحت با دست باز میشه. منم میدونم. اگه دستی باشه، جفت دستای من از پشت بسته. ببین بهترین پیشنهادی که من میتونم بکنم میدونی چیه جناب وکیل؟ اگه میخوای واقعا یه وکالت خوب برای همسر بنده بکنی که اون پولم حلال باشه برات، اینه که ایشونو دعوت کنی، منم دعوت کنی، بیایم اینجا چش تو چش هر دوتامون حرفامونو بزنیم. ولی اگر به حرفای من رسیدی که من دارم درست میگم، تا آخر عمرت سمت اون فعلا نمیمونی، یعنی ازدواج نمیکنی. الان هم اگه کاری نداری، یه بازی خیلی خوفی تو آزادیه، بچه ها اونجا منتظرن دیگه، میدونی شیپور و میپور و این ماجراها. من برم، ولی شماره رو داری دیگه، یه بچه زنگ ریزی بزنی اقلکم 10 دقیقه طول میکشه بعدش اینجا. دست شما درد نکنه، براق مزاحمت نشم. خیلی خوشحال شدم. خوش بگذره، همه چی خوب پیش بره. تازه میخوام با مدیرتونم صحبت کنم. بریم. محسن زشته، جلوی دوستام آبرو میره. آبرود میره؟ چی به این میدی برم؟ مهتاب سلام. سلام. سلام مرمر. خوبی مرجان خانوم؟ بابا اگه میگفتی این دوستت هم هستش دیگه من لازم نبود تا اینجا بیام دیگه. خب یه میس بردم به دست مرمر خانوم. بله خانم مرجان خانوم. بله خانم مرجان خانوم، با اجازه دیگه من برم. خداحافظ. تو جیبیشو میدی؟ خلاصه شرمنده بگی دیگه شد. قرض قوله خونه پاک دست بال ما رو بسته بود. دشمنت شرمنده اب نداره آقا، همین که خونه دار شدی خودش کلیه. الانم اگه نیست قابلی نداره ها. قربون شما برم، منم اکبر برادریم علی آقا جون. تعارف نمی کنم ما به جز خوبی هیچی از شما ندیدیم. زنده باشی، این از لطف شماست. سلامت باشی. امری باشه. عرضی نیست یا علی. خیر پیش. سلام به دست درد نگهدارت. خوشی؟ خوشم. احمد آقا اینا از اینجا رفتن. تو هم به سلامت. خیر پیش. باید برم خونه غذای بابا و نیما رو آماده کنم. خب پس من میرم، تو هم وقت ملاقات خودتو برسون دیگه. نمیشه صبر کنی با هم بریم؟ نه مامان دلش رو شما دوتا رو میزنه، من برم پیشش بهتره. باشه میسی تا بعد. سهیلا ممنون. بی خیال. سهیلا تو اما بچه ها خدافز. خدافز بچه ها. سوهیلا رو دیدی؟ خب که چی؟
شرط میبندم الان خانوادش نمیدونن کجا رفته. بفهم داری چی میگی. راست میگه دیگه، چرا حرف مفت میزنی؟ حتما داری میری خونهشون دیگه. باشه من یه ساعت دیگه زنگ میزنم خونهشون. شرط میبندم خانم هنوز نرسیده. شمارهشو بدین. منم ندارم. علومه اون به کسی شماره نمیده. بیا مهد. بچه قبول کنین اون مارموز پرمداست. برای شما که آسونه خانم مارپه، تشریف ببرین سر از کارشون در بیاد. عزیز دلم متی خانم اینقدر ساده نباش، اون همه این کاراش فیلمه. بابا هر کسی یه مدله، سهیلا فقط یه کم تو داره بیچاره. همین. نه خیلی. میدونی تو چرا باش لجی؟ من باهاش لجم؟ آره دیگه، یادت روز اول من تو دماغ دماغت چی گفت؟ راستی دماغت خیلی کنه. بادیگاردتون چطوره؟ خفه شمر جان. منظورت از بادیگارد چیه؟ یادت روز اول راجب اون و سهیلا چی گفتم؟ هنوزم میگم این دوتا یه ریگی به کفششونه. این خط، اینم نشون. سلام. سلام عزیزم. تو خودت گلی، چرا زحمت کشیدی؟ گل برای گل، این که زحمت نداره. عزیز دلم چرا او سیگار میدی سویلا؟ ها؟ بوی سیگار؟ این یارو خرفته تو تاکسی هی سیگار میکشه. تا آقا خودم تو تاکسی که سیگار نمیکشه. اصلا انگار که من این حرفا رو نمیزنم. همه تو مسافرها صداشون در اومده بود. ولی اصلا انگار می به دیوار دارم حرف میزنم. خب با بو سیگار میگیرم دیگه. راست میگه. خسته شدی؟ آخه برای من خیلی گشتم. آشپز بشی. آشپز بشی؟ آقا چه این شکلیه؟ ها؟ یعنی گن زدی آشپز بشی؟ گن زدی؟ بابا چه خبرته بابا؟ پس فردا خودت آشپزی میکنی، آشپز باشی. بله فهمیدم. زنگ زدم بهت بگم منتظرم نباش، شاید شبم نیومدم. آخه نمیگن یه دختر این موقع شب چرا تو خونش نیست؟ سودا به تو رو به خدا گیر نده. تو هر وقت میخوای بمون اونجا سهیلا، ولی شب باید خونت باشی. باشه. نصف شبی را نیفتی تنها تو خیابون، آژانس بگیر بیا. خدا خیلی ممنون. میدونی یعنی چی؟ یعنی یه شب از خاک بلند میشی. وقت گفتیم برانیاش اصله؟ نه خانم، عرض کردم اتمیه. یه خوردم زودتر کار رو باید برم. مگه ما الان رو خاکیم؟ نوکری پویا شد عرشه علا. کدوم نوکری رفیق من؟ تو که الان پیشش نیستی؟ منم که رو پای خودمم. نوکری رفیق من، نوکری حالید نیست. خلاف دلش را بری لب تر بکنی کسی تو بازار ترم واسه خورده میکنه. چرا اونو برداشتیم؟ یکی خانم. اصلا به اون چه ربطی داره؟ ها؟ من خودم تو بازار کلی اعتبار دارم. وا مگه میخوایم بخوریمش؟ از من اعتبار یعنی پول. پس خودت مایه نداری که. بعد گفتیم این یکی برانیاش اصله. تعطیل خانم. بفرمایید. چه طرز برخورد؟ بفرمایید خانم. بفرمایید تعطیله. زن همشون همینه، حل قهر کردن و نق زدن و قهر زدن و همین کارا دیگه. زنت برگشت خونه؟ نه بابا،
دلم واسه بچه یه ریزه شده. نمیاد که تا نری دنبالش که نمیاد که. خب چرا نمیری دنبالش؟ آخه این پدرزنه مسعود میای با هم بری؟ چیه نکنه میترسی از پدرزنت کتک بخوری ها؟ به به چه عجب با خنده آقای اسماعیلم دیدین؟ با عزت دیگه من برم کار دارم. سلام به خانمت برسون. به سلام زودتر خوب شد. خداحافظ. این اینجا چیکار میکرد؟ هیچی. شنیده بود نرگس بیمارستانه، اومده بود احوال پرسی. چه اینطور؟ یه چیزی آوردم ببینیم. چی هست؟ نظرت چیه؟ تقلبیه، گول نخوریم. خب خوبه اندازش. خب حالا قشنگ الان. سلام مامانی. سلام علیکم. سلام عزیز دلم. رسیدم که اینجا سنسی. بله صمیمیه دیگه مامان. خب آخه چه میخوای برگردی خود؟ خب آخه من مردم گشنه اینجا بابا جون. میخواد بمیرم آن مثل اینجا. میخواد بی پسر چیا؟ میخواد بی قنده اصل چیا؟ بسته دیگه. آره دیگه. ای بابا چشم تو بگیره. همش به فکر شکمه ها. ماما این چند وقت انقدر که شستم و پختم و دادم این آقا خود خسته شدم. به درس ها نمیرسیدم. چی کار کردی؟ خانم ایشون هیچ کاری بلد نیست. ماما جون دخترت قضا بلد نیست به پزه. من نمیدونم این چجوری میخواد برش خونش رو هست. ای بسته دیگه. بله. الو سلام. الو سلام. نازنین بهتره؟ تبش هنوز نیفتاد، از دیشب بدتر شده. یعنی چی؟ برش تو برش دکتر دیگه، چرا معطلی؟ الان میخواستم ببرمش، تو زنگ زدی. خیلی خوب، با سهیلا میدی دیگه. نه بابا سهیلا که خونه نیست. یعنی چی کجاست؟ بیمارستانه پیش نسرینه. خیلی خوب. صبر کن من خودم دارم میام. تو که کار داری؟ نه اشکال نداره من خودم میام. خیلی خوب باشه منتظرتم. خداحافظ. آره من دو روزی نیستم. خیرشون ها؟ این بچه تبش پایین نمیاد. منم قاطی کردم. برم ببینم چی کار باید بکنم. شده آقا شکر شفا شما. خودم ناراحت نکن آقا من در خدمت هستم. زنده باشی. برو خیال راحت باشی آقا. یا کاری باشه من در خدمت هستم. سلام علیکم آقا جون. خوبه هستم. خوبه. سلام باشید. با احمد آقا کار داشتم. آقای بیگی. آقای بیگی همین الان تشریف بردن بیرون. اه بله. نمیدونید کی برمیگردن؟ فکر نمیکنم تا یکی دو روز دیگه برگرده. یکی دو روز دیگه؟ بله. خب اگه ممکنه این تلفنشون رو به من بدید. من تلفنشو ندارم متاسفم. ندارین تلفنشو؟ آدرس چی؟ آدرس خونهشون اگه میشه به من بدید. چیکارش داری شما؟ کار کرد. هیچی من خب برمیگردم. خیلی ممنون. مادر جان تو فکر کردی داداشت چون پسره هر ساعتی و هر جا دلش خواست میتونه بره؟ آخه مادر من که نمیتونم. اون بچه نیستش که من پاشو ببندم بهش بگم کجا میری، کی میری، با کی میری. درسته، ولی خب بابات که سرکاره. اگه قرار باشه تو هم مراقبش نباشی این مادر مرده پس چی کار کنه؟ اه چرا خودتون نفرین میکنی؟ قربونت برم. میایم بخوریم. ممنون عزیزم. بیا نگاش کن. تو رفتی وضع مامان از دکتر بپرسی یا اینکه شیرینی گیر بیاری بخوری؟ وضع مامان از دکتر بپرسم. سلام بابا. سلام. 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 ناسلامتی این شیرینی رو گرفته بودم واسه مامان تا. ولی من مامان ندیدم که جا اعصاب تو خوش می‌کنه، من سکته می‌کنم. دختر تو چرا لش می‌کنی؟ پاشو لباسات از شیرین بگیر بپوش بری. مرمر گل بابا. پاشو دخترم. پاشو بریم دیر شد. بابا جون من بیام اونجا چیکار کنم؟ با بچه 10 ساله‌ش هم صحبتم.
پای خونه تنها بمونی؟ هرچی اینجا هست اونجا هست. کامپیوتر، اورد، ماهواره. مامانی اگه هم نخواستی میتونی با بچه‌هاشو مارو پله بازی کنی. خانم چه حرفی میزنی؟ مارو پله مال دوران ما بود، نه این بچه‌ها. فرهاد دارن، به خودم خودم بازی کردم. بعدن نگی اینا به فکر من نیستن ها. شیرین، خوش لباسشو ببر بنداز تو اتاقش. واقعا لوسش کردی. من لوسش کردم، یعنی که هرچی میخواد براش میخری. خانم پس من چیکار کنم؟ تا ما برمیگردیم تو خونه باش، بعد برات آژانس میگیرم میفرستم. خب برن، همه شون برن. من اصلا حوصله هیچ کدومشون رو ندارم. من اصلا دوست دارم تنها باشم. من دوست دارم تنها باشم. واقعا دوست دارم؟ الو؟ الو سلام، من مرجانم. بله شناختم، خوبی مرجان خانم؟ خانواده خوبم، ممنون. میتونم با سبا صحبت کنم؟ جان نه، سبا رفته خونه مهتاب. فکر میکنم دارن رو پروژهشون کار میکنن. آها، چه حوصله‌ای دارن. مرسی، خدافظ. خدافظ. مهتاب یعنی هیچ کس، هیچ کس. بعد من هر روز میاد سوارت میکنه میبرته؟ هر روز که نه، بعضی روزا. پس معلومه خیلی دوستت داره. منم قده دنیا دوستش دارم. من تو خود چرا نمیری برو راست همه چیزو به مامانت بگی، اینجوری که خیلی بهتره. نمیشه، میدونی میترسم همه چیو خراب کنه، اون وقت من از دستش میده. بله، چه به موقع حلال زاده. مطمئن باش امسال دانشگاه تو تسخیر منه. باور کن الان با سبا نشستیم داریم درس میخونیم، تو که اینجا نیستی ببینی. باش، تو هم مراقب خودت باش. خدافظ. نه مثل این که اتوبان دو طرف هست، خیلی خاطر تو میخواد. من تو ساعت چنده؟ اوه گیرم شد، من برم تو مورد غذای پدر گرامی قرار نگرفتم. چه غذای خوشمزه. دستت درد نکنه، کار کن کار کن. بخنگ که بله من چی؟ نه بدیدم بسیسم کیه. الو الو سلام نسری. ببخشید شما؟ شما؟ شما تماس گرفتینا؟ من با نسرین پاکدل کار دارم. اگه اشتباه گرفتم بگو اشتباه گرفتی. بشه دیگه اسم فامیل بازی میکنی؟ مثل اینکه با شما کار داره. مرجانم چه حالش هم خوب نیستا. من ببین بگو کی داره جواب بده. بله سلام، این کی بود؟ خان مارپه؟ لیلا بود، نشناختی؟ بعد حدس می‌زدم یه آدم فضول باشه. بس کن مرجان، بگو چی کار داری. می‌خواستم بگم که امشب شام توی رستوران توپ مهمون من، البته بدون مزاحم. اتفاقا سهیلا جونم. نمک کجاست؟ این دست. اتفاقا سهیلا جونم هم یه غذای خوشمزه درست کرده، قرار بشینیم با هم بخوریم. جای شما البته خالی. اصلا حوصله ندارم به درد. نه یا ولی آخرش این دختر کار دستت میده. درد نکنه سهیلا، خیلی کمک کردی. این چند وقته همه زحمت ها گردن تو بود. تو هر موقع بخوای من کمکت میکنم، به شرط اینکه سر مامان نرگس قر نزنی نگرانش کنی. مثل اینکه مامان منو خیلی دوست داری. مامانت اینو به من داد.
تا اون موقع کسی به من هدیه نداده بود. فو مگه میشه؟ پس مامانت، بابا؟ خب دیگه دیرم شده، باید برم. سهیلا، میخوای زنگ بزنم خونتون اجازت رو بگیرم بمونی؟ آخه واسه فردا کتابامو نیوردم. خب از کتابای من استفاده میکنی؟ الان زنگ میزنم به مامانت میگم شماره تو بگو. زنگ بزن به آژانس، میخوام برم خونه. دوست نشو دیگه سهیلا، من خودم مامانتو راضی میکنم. گفتم زنگ بزن به آژانس. چرا عصبی میشی؟ خب هرچی تو بخوای. چرا ساکتی؟ علت اخراجت از مدرسه قبلیت یادت دیگه. قیبتهای مکرر، خشونت. خب کدوم خشونت؟ فقط یه دفعه با یکی از بچه ها حرفمون شد. فقط روونه بیمارستان شد. اولا که توهین کرد، بعدش هم چه میسیم دماغش عمل کرده است. دوست دارم کاری به گذشته نداشته باشم، ولی تو هم باید به خودت بیای. ما چی کار کنیم؟ گیر دادیم با سیگار میدم. شما تا دست من سیگار دیدی؟ اگه من دست سیگار دیده بودم که دیگه باهات صحبتی نداشتم. پرونده رو میفرستادم شورا تا درباره تصمیم بگیرم. دماغ مرجانه. بشنم. بچه سویلا رو برای چی دفتر خواستن؟ حتما دوباره واسه غیبتاش دیگه. این چند وقتی که غیبت نکرده، حتما موضوع چیز دیگه است. الان تحتشو در میارم. بیکاری یا واقعا روشات سوژه جدید. تو خودت بگو من با تو چیکار کنم. به مسئولیت خودتی که این موضوع رو با خانواده‌ات در میون بذارم. تو چیکار میکنی اونجا؟ خانمی چی؟ با سه ساعت گچ میخواستی؟ نمیخواد، برو بیرون میگم برات بیارم. وای چقدر قشنگه. سوا من جای تو بودم دانشگاه هنر میخونم. حالا که تو گفتی حتما این کارو میکنم. یافتم. دیدی نظرم راجع به سهیلا درست بود؟ خانم گند زده. نفهمیدی چیکار کرده؟ نه دقیقشو نه. وای ولی خانم خلوصی داشت از دستش جلز ولز میکردش، انقدر اعصابش خورد بود. بازم حرف مفت و غیبت کردن دیگه. بابا صبر کن، الان خودش میاد ازش میپرسیم چی شده دیگه. سهیلا دفتر برای چی صدات زدن؟ بعدش بگو، میخوام روی این کمشه. بگو، از ما پنهون نکن، ما با هم دوستیم. بعدش چرا نازم گفت بعد با تو چی کار کنم؟ چرا بعد مامان بابت بیان دفتر؟ چیزی خوردی؟ نه. آخه دماغت کسیف شده. ویل کن بابا، کنده میشه. میزونی میکنی دماغت گنده تر میشه. دختر بیچاره گدا، آخر دستت رو میشه. تقصیر خودته دیگه، هی بهش گیر میدی. پا هی ازش طرفداری کن، هی باش بگرد ببین آخرش چی میشه. وای نسرین، دماغم طوری شد. برگرد یه ذره. آره اینجاش یه ذره کش اومده. زهر و مار مسخره ها. زندگی با لبخند زیباست، به خدا توکل کن. زندگی با لبخند زیباست، به خدا توکل کن. الو. سلام. سلام.
خانم، خواستم به رسم ادب خدمتتون عرض کنم که پیامی که من برای من فرستادین پیام قشنگی بود، اما فکر کنم اشتباه فرستاده باشه. عذر میخوام. کدوم پیام؟ فکر کنم اشتباه گرفتی. خوش حق با شما، شاید من دارم اشتباه میکنم. ببخشید. خداحافظ. خداحافظ. چیز بدی هم ندادم. چی گفتم؟ زندگی با لبخند زیباست، به خدا توکل کن. آخره راه